بعد میریم روی دیسکشن. بفرمایید. من تو فرصت کوتاهی که داشتم اشاره به این کردم که خب در واقع همون تن فروشی که خیلی هم این کار رو میکنن بدون اینکه خودشون بهش واقف باشن. حالا شما اشاره کردید که در مورد مارکس که خب مسئله تاوشبرت و مسئله گبراوکسبرت و سوال من اینه که آیا این خشم این خانوم به این خاطر نبود که جای تاوشبرت و گبراوکسبرت عوض شده بود و به همین دلیل تاوشبرت همون اکسچنج ولیوه و گبراوکسبرت میشه یوز ولیو. یعنی در واقع ایشون اون کارش این بود که خب یک کامودیتی ارائه میکرد که اون پلژر بود و بعد با قیمت خیلی پایین و اون چیزی رو که میخواست ارائه بکنه در واقع یه چیز خیلی ساده بود ولی در نهایت اون چیزی رو که نمیخواست همون یوز ولیو بود که در نهایت خب باعث چیزش شد، خشم شد. این هم چیزی نبود؟ همچون برداشتی؟ مذر ما هم شما نداشتید از این؟ الان من جواب دارم. من دقیقا این برداشت رو نداشتم. قطعا خب هر کسی برداشت خودش رو از فیلم داره. من این برداشت رو نداشتم. من احساس میکردم که زن توی این فیلم انقدر حتی ایجنسی نداره که عصبانی باشه. یعنی انقدر یعنی فقط اون کاری که ازش یعنی میدونی توی من درکم اینه که توی به زن میگن که توی جامعه مردسالار که ما هممون توی زندگی میکنیم به همه ما زنها میگن که بیا مادر باش، بیا تنفروش باش، انتخاب کن، یکی از این دوتا باش. و این آدم اتفاقا انقدر عالیه به عنوان یک زن در جامعه مردسالار که جفتشه. منتها این یک اکسپایرشن دیت داره، یه موقعی دیگه این ماشین از کار میفته. من اینو اینطوری دیدم ولی قطعا تحلیل شما هم بفرمایید. من در واقع میخواستم اینو بگم که همونطور که اشاره کردم در واقع زمانی که این اتفاق میفته همون اواخر دهه 60 بعد با توجه به اینکه اون موقع جنبش فمینیسته خیلی قوی وجود داشته. بعد اولی سوالم این بود که مثلا از نظر شما چقدر این تحت تاثیر اونه، چون بالاخره این تحول درونی خودش و یه شورش رو آخر میشون بوده به طبیعه و این در واقع ناشی از همون جنبش فمینیستی میتونه باشه. باید چقدر این صحبت من درسته به نظر شما. بعد مسئله دوم هم این که همونطور که شما به درستی گفتید مسئله بیگانگی رو که مارکس مطرح میکنه در واقع توی مثلا به طور کلی نه این که بگه که مثلا زنی که تو خونه است یا زن یا آدم زحمتش با اون مرد دو تا پروداکشن متفاوتی دارن، در واقع اینطور مطرح میکنه که اینا مزد میگیره و مزدی که میگیره برای بازتولید خودش و اساس موزم به اصطلاح در نظر گرفتن یه خانواده است با مثلا دو تا یا چهار تا مسائل اخلاقی و تاریخی تعیینش میکنه. در هر صورت با اون موزی که میگیرن این مجموعه باز تولید میکنن زندگی خودشون رو تا بتونن به اصطلاح کار بکنن. در هر صورت این مجموعه شون اون از خود بیگانگی رو دارن، نه صرفا اینکه کار رو خونه میکنن. راجب جنبش فمینیستی من راستش خیلی راجب کارگردان نمیدونم. به نظرم میرسه که فیلم یعنی از نظر من فیلم خیلی فمینیستیه. میگم اون آدم میتونه خانش متفاوتی از انتهاش داشته باشه. اینی که آیا یه حرکت سیاسی انجام بده، یک سوال میدونید یک تو دهنی به برسالای زد به کشتن اون مرد یا واقعا تموم شده بود یا میگم من اون قسمت خیشر من خیلی آدم بدبینی هستم ولی من خیلی اون تایش رو روشن ندیدم که خب پس این حالا یه مرگه که بعدش یه زندگی خوب باشه اون آدم دیگرم زندگیش متفاوت شد. من فکر می‌کنم این آدم تا انتهای وجودش تا آخرین قطره‌ای که میشد ازش استفاده شد در یک جامعه مردسالار. و حرف شما رو راجع به بیگانگی میفهمم. من بحثم این نبود که کسی که میره سر کار از خود بیگانگی نداره. من بحثم این بود که در تئوری اول مارکس درکی از این نبود که زن هم در کاری که در خونه میکنه از خود بیگانگی داره. این در واقع حرفی که مارکسیست فمینیست برای اولین بار مطرح کردن که اون هم کاره و اون هم از خود بیگانگی داره و حتی اگه زن به طور مستقیم داره نمیره در محیط کار استثمار بشه، در محیط خونه داره استثمار میشه به همون شکلی که مرد در محیط کار داره استثمار میشه. من دو تا نکته بگم. از نظر من آکرمن، من این رو در واقع ضعیف‌ترین کار آکرمن میدونم به این دلیل که بیشتر شبیه یه مانیفسته
یعنی مثلا فیلمسازای بهتر مثل آنتونیونی یا فلینی نمیان فیلمو با یه به اصطلاح کلایمکتیک مومنت تموم کنن، چون دسپر نومیدی یه چیزیه که به اصطلاح بناره در جامعه در هستی جاریه. مثلا بکت، شما هیچ وقت نمیدید بکت با شعار تموم کنن، آکرمن فیلمو با شعار تموم کنن. یه نکته دیگه که میخوام بگم، شما راجع به فاجعه حرف زدید و اینکه این فیلم ما رو آزار میده. من فکر میکنم یه نوع به اصطلاح تناقض وجود داره بین فرم و محتوا. چون محتوا ممکنه این به اصطلاح باز تولید زندگی روزمره باشه، حالا شما میگید نیست. و اون حالت سیزیفوار تکرار و تکرار و تکرار. ولی فرم خیلی سیمتریکاله، یعنی تقریبا شبیه مثلا هنر کلاسیک یونانیه، اینقدر سیمتریکال، همه چیز خیلی منظم و به اصطلاح با یه هارمونی فوق‌العاده پیوسته توی میزانسن وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم که در حقیقت این فاجعه‌ای رو که شما میگید آکرمن استتیسایز کرده و به همین دلیل فیلم یه جورایی به خودش خیانت می‌کنه. یعنی اینکه یه در واقع رویکرد زیبایی شناسیش به محتوا داده، اون محتوا بناست ما رو آزار بده، ولی فرم این کار رو نمی‌کنه، چون فرم حالت سیمتریکال و کلاسیکی. مثلا گفتم شما اگه مجسمه های یونانی رو ببینید یا بعداً توی دوره نوکلاسیسیسم دوباره همین به اصطلاح چیزای خیلی هارمونی توی فرم وجود داره که بناس زیبایی رو انتقال بده. یه نوع تناقضی به اصطلاح توی، حالا من این البته چیز بدی نمیدونم ولی خواستم فقط ذکرش کنم. خیلی جالبه، چون من دقیقاً از این چیزی که شما میگید تعبیر برعکس شدم میگم. من فکر می‌کنم تضاد بین فرم و محتوا، موافقم با شما، ولی فکر می‌کنم تضاد فرم و محتوا جزوی از مسئله است. یعنی یه ذره شبیه اون چیزیه که مارکس بهش میگه کامودیتی فتیشیزم، یعنی فتیش کردن کالا. یعنی اون محتوا، اون کالایی که شما بیاد می‌خرید خیلی قشنگه، ولی شما نمی‌دونید که این تو سوئد چاپ تولید شده، چقدر پلیدی پشتشه. این هم دقیقا به نظر من اینه، برای اینکه اون سیستم سیمتریکال قشنگ مرتب رو داشته باشید، برای اینکه بتونید فریم به اون قشنگی بگیرید، یه کسی اینجا از بین رفته. برای اینکه شما بنیامین رو بخونید، بنیامین وقتی در مورد مارکس و کامودیتی حرف میزنه، اونجا کامودیتی از نظر بنیامین یه بسیار پتانسیل انقلابی هم داره. فردریک جیمسون هم بعدا همین حرفا رو میزنه. یعنی کامودیتی ضرورتا چیز بدی نیست، حتی مارکس هم نمیگه. من همچین صحبت نکردم. خب اگه اجازه بدید ما سوالا رو قطع میکنیم و میریم سر بحث. من برای افراد جدید توضیح بدم که در واقع قوانین چیه. بحث اول، کسی که میخواد یه موضوع جدید مطرح کنه 2 دقیقه وقت داره.